عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیز ممنون از اینکه کانال بهراد کیان و برنامه اینفوگرام رو برای تماشا انتخاب کردیم همونطور که اطلاع دارین امروز مراسم تشییع و تدفین مرحوم داروش مرجوی و همسرش برگزار شد این اتفاق رو در ساعت ده صبح با حضور هنرمندان در تالار رودکی یا تالار وحدت فعلی شاهد بودیم و نهایتا هم مراسم تدفینشون که در بهشت زهرا و قطع هنرمندان صورت گرفت اما در بین هنرمندان زیادی که در مراسم حضور پیدا کردن یکی از اونها یعنی خانم مرزی برومند سخنانش با اعتراضات بخشی از حاضری مواجه شد خانم برومند عنوان کردن که با ما مهربون تر باشید ما اگر ایران موندیم به دلیل عشق و علاقه ای بوده که به وطنمون داشتیم به مردممون داشتیم ما کنار شما با اسرائیل و رژیم صهیونیستی مبارزه میکنیم و و اینجا بود دقیقا در این نقطه بود که اعتراضات بخشی از مردم در فضا شروع شد تعدادی هو کردن و مسائلی از این دست من هر گونه جنگی رو به ویژه اگر افراد غیر نظامی درش دخیل باشن و کشته بشن حتما محکوم میکنم و اتفاقاتی هم که اخیرا شاهدش بودیم و برای غیر نظامی ها رخ داد هم غیر نظامی هایی که در خاک اسرائیل بودن هم غیر نظامی هایی که در نوار غزه و سرزمین فلسطین بودن همه اینها رو محکوم کردن میکنم و خواهم کرد یعنی اصلا توجیه پذیر نیست هر رسانه ای هم دیدید که اومده این مرگ افراد بیگناه و افراد غیر نظامی رو توجیه میکنه بدونید که منافع مادی و اقتصادی در بین هست و برای بنده حداقل پذیرفته نیست که بخوام سکوت بکنم و در این ارتباط صحبت نکنم اما اینکه شما میگید که ما میریم می جنگیم پس خانم مرزی برو من شما در تالار وحدت چه میکردی؟ شما الان باید در نوار غزه باشی اگر به دنبال جنگیدن هستی شما باید الان در جبهه های نبرد باشی تهران نباید حضور داشته باشی این یک دوما هنرمندی محبوبه هنرمندی برای مردمش دوست داشتنی جلوه میکنه که یک در وحله اول دقدقه هموطنان خودش رو داشته باشه دو مستقل باشه مستقل بودن به معنی غیر حکومتی و غیر سیاسی بودن فرقی نمیکنه چه حکومتی هر حکومتی که قالب هست هنرمند زمانی میتونه از محبوبیت برخوردار باشه که به صورت کاملا مستقل و بر مبنای دقدقه های خودش نسبت به جامعه عمل بکنه در غیر این صورت که یکی بیاد دریوزگی بکنه بگه که آقا با ما مهربونتر باشین به ما مهر ببرزین به ما کمک کنید ما اینجا اومدیم در ایران موندیم که دلیلش همین بوده مردممون رو دوست داشتیم کشورمون رو دوست داشتیم خانم برومند یعنی هنرمندانی که ایران رو ترک کردن یا مجبور شدن ترک بکنن وطنشون رو دوست نداشتن به مردمشون علاقمند نبودن اصلا انسانهایی که دارن از ایران مهاجرت میکنن و به کشورهای دیگه میرن حالا به هر دلیلی معنیش اینه که وطنشون رو دوست ندارن شما دارید مننت سر دولت میگذارید ملت سر ملت میگذارید که موندید شاید شما جایی نداشتید در خارج از ایران که برید و چه بسا اگر داشتید حتما مهاجرت میکردین این چه اظهار نظریه که شما در مراسم آقای داروش مرشوی و همسرش داشتی تا کی میخواید کاسلیسی دولت ها و حکومت ها رو بکنید شما اگر میخوای مبارزه بکنی برو در کنار ملت های مظلوم و ستم دیده مبارزه کن چرا میخوای در کنار دولت ایران بری مبارزه بکنی که بهت دوباره رانت بدن امکان بدن بیای تو تلویزیون سریال بسازی یه پولی بزنی به جیبت بعد اصلا اون فضا فضایی است که شما بخوای از دولت و حکومت تمنا داشته باشی که آقا با ما مهربونتر باشین خندهدار نیست این صحبت ها در یک همچین فضایی در یک همچین فضایی پر از بغض و گریه و اشک و آه و به جای اینکه شما الان چون میدونم خانه برومت ظاهرا یک مسئولیتی هم در حوزه خانه سینما پیدا کردن اگر اشتباه نکنم مدیر خانه سینما شدن یا یعنی چیزی شبیه به این شما به جای اینکه الان دقدقه اصلیت این باشه که آقا بیان اطلاعات درست به مردم بدن قاتل رو شناسایی بکنن اگر شناسایی شده اسمش رو هویتش رو اعلام بکنن شما دارید میگیم تو خود دولت حکومت با من مهربونتر باشید من ایران موندم به خاطر اینکه سرزمینم رو دوست داشتم خب موندی که موندی شما اگر برات امکان فعالیت هنری و فرهنگی و سینمایی و چه و چه در خارج از ایران برقرار میکردن یک ثانیه در کشورت میموندی بعد شما خانم برومند به جایی که بیای از آقای مهرجویی بگی آقای مهرجویی فردی بود که اون زمانی که هیچ کی شما رو نمیشناخت و حتی حاضر نبود به نگاه بکنه ایشون به شما یک نقش کوچیک در فیلم دایره مینا دادن حالا عزیزانی که شاید کمتر اطلاع داشته باشن یکی از پرستارهایی که یا پزشکانی که در اون فضای بیمارستان فیلم دایره مینا فعالیت میکرد حضور داشت سرکار خانم بورومند بود که اون موقع البته خب خیلی جوانتر بود و چهرهشون متفاوت بود با اون چیزی که امروز ما شاهدش هستیم به جای که بیای راجب خاطرات راجب بزرگ داشت فردی که در اصل شما رو به نوعی معرفی کرد به عالم هنر صحبت بکنی راجب مهربون بودن حکومت با هنرمندان میخوای حرف بزنی این یه موضوع که واقعا خیلی دردآوره البته باید بگم که هنرمندانی هم در این مراسم حضور پیدا کردن مثل آقای مهران مدیری که شاید مصاحبه قدیمی ایشون رو دیده باشین که مربوط میشد به حدودهای سال 96 اینا که در اون مصاحبه آقای مدیری گفتن که من در مراسم تشییع آقای خسرو شکیبایی که در تابستان سال 87 برقرار شد برگزار شد شرکت کردن و بعد از اون دیگه در هیچ مراسم تشییع شرکت نکردم و نخواهم کرد اما امروز به احترام داریوش مرجویی و به واسطه فاجعه آمیز بودن قتل او آقای مهران مدیری پس از حدود 15 سال مجددا در این مراسم شرکت کردن مستقیم به سراغ آقای مسعود کیمیایی رفتن و در کنار ایشون هم که آقای بهمن فرمان آرا نشسته بود با آقای بهمن فرمان هم دیداری داشتن دیدنی کردند و نهایتا به کنجی گوشه پناه بردن و مشغول بودن به ازاداری درونی خودشون این در حالیه که مهران مدیری رو همین شب گذشته اعلام کردن که صدا و سیما ازش شکایت کرده بابت چی؟ بابت اظهار نظری که پارسال در مهرماه داشته پس از مرگ محسا امینی خب مهران مدیری هم آمد اظهاراتی رو داشت و از اون پس صدا و سیما گفتش که به دلیل اظهارات مهران مدیری هم کلیه برنامه هاش هم تبلیغاتی که درشون حاضر بود و حضور داشت همه اینا رو از پخش حذف میکنن از پخش صدا سیما. بعد گفتم بابت خسارت هایی که به واسطه عدم پخش اون آگهی های بازرگانی و برنامه ها صورت گرفته صدا و سیما اومده از آقای مهران مدیری شکایت کرده و خواسته بهای خواسته این شکایت هم بالغ بر چند ده میلیارد تومن محسوب میشه اصلا الان که فضای بغرنج و بحران آلودی رو ما در جامعه داریم پشت سر میگذاریم هنوز پاسخ روشنی به مرگ و قتل داریوش مرشوی داده نشده قاتلش هنوز در به معنی واقعا خاص شناسایی و معرفی نشده برخلاف تمام شایعاتی که صفحات مختلف بیان کردن گفتن که آره قاتل دستگیر شده و بعد خود نیروی انتظامی اومد یک تکسیبیهای رو صادر کرد که لطفا اجازه بدید که ما کارهای تحقیقاتی خودمون رو پیش ببریم و الان راجع به اینکه قاتل دستگیر شده یا نشده اظهار نظری صورت نگیره این در شرایطی بود که دو تا از خبرنگاران که خانم آزاد مختاری یکیشون بود و همونطور که شب گذشته هم گفتم سردبیر فرهنگی باشگاه خبرنگاران هم یکی دیگر از این افراد فرهنگی و رسانه بود که اومد و در استوری خودش این رو منتشر کرد و بعد از اون مجبور شد که پیج خودش رو پرایوت بکنه و استوری رو هم حذف کرد البته ظاهرا کانال هایی هم در همین فضای یوتیوب دارن فعالیت میکنن که دوستانی در روز گذشته با من صحبت میکردن و گفتن که اگه میشه راجع به این کانال ها هم صحبت کن برخی از این کانال ها اومدن مدعی شدن که آقای داروش مرجویی در همون شبی که به نوعی به قتل رسیدن ساعت 9 و 21 دقیقه شب یا 9 و نیم شب ویکیپیدیا ایشون به نوعی میزنه که منتشر میکنه که ایشون فوت شدن یا به قتل رسیدن با توجه به اینکه گفته میشه یعنی زنی میشه که زمان به قطر رسیدن رسیدنیشون بین ساعت 8 و 50 دقیقه شب بوده که آخرین اس رو به دخترشون زدن تا ساعت 10 و 20 دقیقه که دخترشون وارد منزل شدن پس این که فردی اومده و ساعت 9 و 20 دقیقه نوب نیم نه و نیم شب عنوان کرده که داریوش مرچویی به قتل رسیده و در ویکیپدیاش ثبت کرده خب این نشون دهنده اینه که ابهام موضوع کمی بیش از آن چیزی است که ما گمان میکنیم ببینید عزیزا اگر واقعا اون کانال خاص چنین ادعایی رو مطرح کرده من که نباید پاسخگو باشم خودشون باید بیان استدلال خودشون رو بیان بکنن دلایل خودشون رو بیان بکنن و اگر چنین اتفاقی افتاده خب من که بعید میدونم مثلا قاتل اومده باشه خودش این کار رو کرده باشه یعنی کسی که مرتکب قتل شده که نمیاد یک همچین سوتی رو بده و مثلا تاریخ دقیق مرگ ایشون رو پیش از اینکه بخواد حتی توسط دخترشون به پلیس اعلام بشه در ویکیپدیا ثبت بکنه خب طبیعتا آی پی اون گوشی یا سیستم به راحتی شناسایی میشه و اون فردم در هر نقطه‌ای باشه دستگیرش میکنه. اصلا نمیدونم واقعا این یک کار گرافیکیست که صورت گرفته واقعیت داشته به نظرم باید با خود مسئولین اون کانالی که این خبر رو عنوان کردن شما برید صحبت بکنید و ازشون بخواید که براتون توضیحات بیشتری داشته باشن و اصلا این میزان جزئینگری که آقا شما بری بگردی ببینی دقیقا تاریخ و ثانیه اون زمانی که خبر در ویکیپدیا ثبت شده کی بوده خودش منشای سواله در نهایت اینکه که باید عرض بکنم خدمتتون که امروز هم به این صورت سپری شده و هنوز با وجود شایعاتی که وجود داره نام قاتل رو عنوان نمی کنن کما این که برخی از هموطنان هم گفته بودن که به نظر می که هرگز این قاتل شناسایی نشه حالا بنابرای دلایلی که ممکنه وجود داشته باشه اما من میخوام یه نکته رو بهتون بگم امروز خیلی ها بودن حتی افراد و چهره های ورزشی مثل کاپتان سابق استقلال هموطن کرد ایرانی ما قفوری هم حضور داشت مسعود کیمیایی که واقعا بسیار بسیار ناراحت و غمگین بود و حتی نتونست بیش از چند ثانیه صحبت بکنه بهمن فرمانارا که به حال رفاقت دیرینه با داریوش مرجویی داشت همه ای اینها در کنار هم نشون دهنده اینه که به نظر من هنرمندان پیشکسوتمون رفاقت ها رو به رقابت هایی که بعضا در دوره ممکنه داشتن با همدیگه ترجیح دادن و برای همدیگه قلبشون میتپه و مردم هم همینطور هم چون حضور مردم عادی هم در میون هنرمندان واقعا چشمگیر بود و از این منظر میشه امیدوار بود که چقدر جامعه نسبت به هنرمندان واقعیش که در دوره به, مد... به مردمشون متحد بودن چقدر احساس علغه میکنه احساس نزدیکی میکنه که میاد و حضور پیدا میکنه نکته دیگری هم که میخواستم راجبش بگم دختر کوچک آقای مرجویی بود که امروز در مراسم آمدن خب ایشون به نظر من در یک شک عجیب فرو رفته و اومد صحبت کوتاهی هم داشت با مردم و خیلی میگم بدون اینکه بخواد حالا شیون بکنه فریاد بکنه گریه عجیب و غریبی داشته باشه و صحبت کوتاهی کرد و اومد سر جاش نشست لطفا 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 عزیزانی که من دیدم در روزهای گذشته اومدن ادعایی رو مطرح کردن مبنی بر اینکه شاید دختر کوچیکه ایشون در این قتل سهیم بوده به نظرم دیگه این حرفا رو نباید بزنیم یعنی حتما اگر این اتفاق بود و چنین مسئله رخ داده بود ایشون تحت پیگرد قرار می گرفتن و شرایطشون خیلی متفاوت بود از چیزی که امروز داریم می بینیم. چون به هر حال قتل قتل حالا چه فرزند مرتکب شده باشه چه والدینش مرتکب شده باشن چه آدم غریبه ای انجام داده باشه اینا چیزایی نیستش که ما بخوایم همینطوری ذهنمون رو بپاشیم بیرون و آدمهایی رو بهشون آسیب بزنیم در اصل یعنی این دختر انقدر آسیب دیده انقدر زجر کشیده تو این چند روز و صحنه های عجیب و غریبی از دیدگانش گذشته که دیگه حالا ما بخوایم بیایم یه همچین قضاوت ها و تحلیل های رو هم ارائه بدیم به نظرم خیلی انسانی و اخلاقی نمیادش بله دلم میخواست که راجع به این موضوع صحبت بکنم خبر جدیدی در ارتباط با دستگیری فرد خاصی یا مزنون تازه منتشر نشده فعلا همه در یک بخت و حیرت به سر میبرن امیدوارم که در ساعات آینده شاهد اخباری باشیم که این اخبار ما رو به حقیقت نزدیک در بکنه بیش از این وقتتون رو نمیگیرم با همه وجود ممنون و متشکر از تک تک شما هستم که به برنامه های من بعضا اعتماد میکنید نقد و نگاهتون رو هم بیان میکنید و به من انرژی مثبتتون رو انتقال میدید خدا نگهدار و به امید دیدار تک تک شما